شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 102.17 از ایستگاه فرستنده رادیو کاپ ونکوور میشنوید. رادیو صدای زن هر سه شنبه برنامه های خودش رو از این فرستنده از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش میکنه. مهمان امروز ما خانم ثریا فلا، یکی از فعالین حقوق بشر. ثریا فلا با تلاش ها و پیگیری های مستمرش در طی سالیان گذشته واقعا نقش بسیار مثبتی در ایفای حمایت از حقوق بشر مردم ایران و مردم کردستان داشته، چه ایران چه عراق. به هر حال نقشی روشنگرانه و انسان دوستانه که میخواستم از شما ضمن تشکر از اینکه دعوت ما را هر زمان در هر شرایط سختی پذیرفتید بپرسم که شما به عنوان یک فعال حقوق بشر در رابطه با مسئله بمباران دهکده‌های مرزی کردستان به خاطر درگیری هایی که پژاک با جمهوری اسلامی داشته یا جمهوری اسلامی در واقع به سرکوب اونها پرداخته، میخواستم نظر شما رو بپرسم و در رابطه با نقض حقوق بشر مردم مرزنشین ایران که سالیان دراز همیشه تومه در واقع شکار جمهوری اسلامی بودن، میخواستم نظرتان رو با ما در میان بگذارید. شنوندگان عزیزتون و از اینکه همیشه فرصت مناسبی رو در اختیار فعالان حقوق بشر میذارید که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران و همینطور کارهایی که جمهوری اسلامی علیه مردم، مثلا مردم کرد که الانم یکی از نمونه های بارز اون همین مسئله هستش که در مناطق مرزی کردستان عراق و درگیری هایی که پیش اومده به وجود آورده، این فرصت رو در اختیار ما میذارید. ازتون تشکر میکنم. همونطور که شما خودتون اشاره کردین در مورد درگیری هایی در مناطق مرزی شمال غرب کشور گزارش شده که دامنه این درگیری ها به حدی وسیع و گسترده شده که الان بیشتر رسانه ها و همینطور بیشتر روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر توجهشون به این مسئله جلب شده و به جای انجام یه سری کارهای دیگه که واقعا بشینن و یه سری سازندگی انجام بدن، مجبورن که توجه خودشون رو به خاطر به لحاظ وسعتی که این نوع حمله ایران به مناطق مرزی داشته توجهشون رو به اونجا محدود بکنن. این درگیری ها همونطور که میدونین از 22 تیر ماه شروع شد، از ماه گذشته از شهر سما در عمومی شروع شد و هنوز هم ادامه داره و مستدگیش به مناطق دیگه از خاک اقلیم کردستان عراق کشیده شده که باعث شده که تعداد زیادی از روستاها تخریب بشن و همینطور زمین های کشاورزی و منابع طبیعی زیادی از بین برن، در حالی که بسیاری از مناطقی که ایران مورد حمله خودش قرار داده هیچ ربطی به نقطه‌ای که ایران از ابتدای به امر صحبتش رو کرد که میخواد اونو مورد حمله قرار بده برای از بین بردن حیات آزاد کردستان که همون پژاک هستش، به این تحت این عنوان و تحت این بهانه رفت، اما تمام هم زندگی مردم عادی رو به خطر انداخته و همینطور زمینای کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع اون بخش آسیب جدی بهشون وارد شده و زندگی شهروندان عادی مختل شده. شما همونطور که اشاره کردیم بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل و حتی خود دولت عراق و فعالین حقوق بشر در جاهای مختلف در این گلوله باران و سوباران مناطق مرزی کردستان عراق دست به اقداماتی زدن و به مخالفت های زیادی پرداختن. الان در حال حاضر در کردستان عراق در شهر سلیمانی و اربیل تمام فعالان حقوق بشر و کسایی که معتقدن که این کار ایران نه تنها نقض حقوق شهروندی خودشون هستش که به اصطلاح حمله می کنن به کشور، متاسفانه تأثیری در شرایطی که هستش به وجود نیاورده و چون این تجمع و انبوه نیروهای نظامی که در مناطق کرده با هیچ کدوم از موازین حقوق بشر نمیخونه و همینطور در واقع حق حاکمیت ملی دولت عراق رو هم به خطر میندازه، به همین دلیل آقای مسعود بارزانی اعتراضات خودش رو اعلام کردن و گفتن تحت هیچ شرایطی این قابل قبول نیست، برای اینکه پایگاهی که ایران در نظر داره که کوههای قندیل هستش و این یکی از یه منطقه‌ای هستش که بسیار کوههای صعب العبوری هستش که برای سالهای سال جز مناطقی بوده که
حتی دولت عراق و همینطور دولت خودمختار کردستان عراق مایل به حفظ این منطقه هستن، برای اینکه امکان این هستش که دولت ایران بتونه با خالی کردن اون منطقه از نیروهای سیاسی و نیروهای کردی که دارن در حال فعالیت هستن و احزاب کردی که در اون منطقه هستن، این امکان هستش که نیروهای انصار الاسلام و همینطور نیروهای دیگه ای که به اصطلاح تروریست هستن بتونن اون منطقه رو اشغال کنن و بتونن منطقه رو کاملا به شکل ناامنی در بیارن. الان همونطور که میدونین کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیانیه خودش به آوار شدن صدها نفر از ساکنان مناطق مرزی که بر اثر این درگیری هایی که بین نیروهای پیشاک و سپاه پاسداران به وجود اومده اشاره کرده. این در حالیه که پیشاک خودش اعلام کرده، از یعنی سال گذشته من دیدم که طی بیانیه اعلام کرد و همینطور الانم بعد از اینکه مصاحباتی که در چند روز اخیر به خصوص امروز مطمئنن اون مصاحبات رو دیدیم که نماینده خود پیشاد اعلام کرد که ما مدت‌ها قبل از سال گذشته به اصطلاح اعلام کردیم که هیچ نوع مبارزه مسلحانه نمی کنیم و به هیچ پایگاه و پاسگاه سپاه پاسداران حمله نکردیم. آقای حاج احمدی توی مصاحباتشون با بی بی سی و همینطور با صدای امریکا این مسئله رو اذعان کردن و همینطور سایر رهبران سایر احزاب مثل آقای عبدالله مهتدی و حسن شرفی به این مسئله اذعان کردن که خود هیچ کدوم از این احزاب و مخصوصا پژاک از سال گذشته هیچ نوع عملیات نظامی نداشته، ولی ایران با این وضع به جای اینکه به خواستهای بسیاری از مردم یا به خواستهای برحق مردم رسیدگی کنه، خودش رو درگیر یه سری مسائل نظامی در منطقه میکنه و این مناطق رو به شکلی که همیشه خواسته میخواد حفظ کنه، به اون شکلی که در نظر داره به عنوان یک منطقه همیشه حفظ کنه که بتونه به دلایل سیاسی و نظامی بسیاری که متاسفانه با وجود اینکه بسیاری به این مسئله اعتراض کردن اما هنوز افرادی اونجا کشته شدن از هر دو طرف و همینطور از افراد عادی چیزی حدود 800 تا 1000 نفر و که مجموعا در حدود 170 خانوار هستن که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده اینا از خونه هاشون رفتن بیرون و الان به کمک های سریع به اصطلاح سازمان های مختلف و همینطور دولت ها احتیاج دارن. خیلی متشکر خانم فلا. با توجه به درگیری هایی که گفتین ایجاد شده از هفته های گذشته، پس جمهوری اسلامی با توجه به اینکه پژاک هیچ گونه عملیات نظامی را علیه جمهوری اسلامی انجام نداده، شما اعلام کردین، میگید بنا به محافل خبری و اعلامیه‌ای که خود پژاک داده، گویا فقط جمهوری اسلامی میخواد شرایط سخت کنه. من میخواستم از شما به عنوان یک فعال جنبش اجتماعی و حقوق بشر و یک کرد، اگر حضور ذهن دارید تاریخچه کوتاهی از سرکوب هایی که حالا به طور مشخص ما به مسائل کردستان بیشتر واقف هستیم انجام شده از طریق حکومت های محلی مثل جمهوری اسلامی، حتی زمان شاه مردم کرد به شدیدترین شکلی سرکوب می شدن به عناوین مختلف، میخواستم ببینم که شما در این رابطه. بله، سرکوب، چون که اشاره کردیم، سرکوب مردم کردستان در هیچ شرایطی نایستاده و در حدود در عرض 33 سال اخیری که دولت جمهوری اسلامی سر کار بوده، لشکرکشی‌های زیادی از طریق سپاه پاسداران به مناطق مرزی کردستان به بهانه‌های مختلف و همینطور ابعاد گسترده‌ای در تمام شهرهای کردستان داشته. این برمیگرده درست به اوایل انقلاب که مردم کردستان خواهان یه سری تغییر و تحولات و یه مسئله‌ای که از بود بین المللی الان که بررسیش میکنیم میبینیم واقعا خواسته های اساسی مردم بوده و حقوق برحق اون مردم بوده، مثل خودگردانی یا خودمختاری یا اون چیزی که اتونومی نامیده میشه و در تمام موازین و حقوق بین الملل که روی اون بخوایم بررسیش بکنیم میبینیم که جزء حقوق حقیقی یک ملت هستش و مردم خواهان این بودن و از اون
زمان دولت جمهوری اسلامی شروع کرده سرکوب مردم کردستان و با لشکرکشی‌هایی که از همون زمان شروع شد و خود دولت اون زمان اعلام کرد که چشماتون از پاتون در نیاریم تا تمام کردستان رو و ضد انقلاب رو اونجا تمام کردستان رو میگیریم و ضد انقلاب رو اونجا سرنگون میکنیم و شروع کردن به دستگیری های و کشتار بسی و از مردم عادی که حتی در هیچ موردی در مسائل سیاسی دخیل نبودن، از شهروندان، از بچه ها گرفته تا زنان و کودکان، اونا رو به زندان ها برد، رسته های مثل قاضی و غلاطان رو با خاک و خون یکسان کردن. و بعد از اون سالهای بعد از اون همینطور در این رابطه صحبت کنید و هر سال موقعی که مراسم و برنامه های در کردستان بوده به هر دلیلی و تحت عنوان مبارزه با تجدید طلبی مردم کرد یا مبارزه با ضد انقلاب یا از بین بردن نیروهای ضد انقلابی در کردستان و به تحت عناوین مختلف حمله کردن به کردستان و سعی کردن که حقوق عادی مردم کردستان را زیر پا بذارن. حتی در همون اوایل انقلاب اعلام کردن که منطقه کردستان جزء یک منطقه نظامی محسوب میشه و اجازه ندادن هیچ ژورنالیست و هیچ خبرنگاری وارد اون منطقه بشه. به همین دلیل برای سالهای سال بسیاری از اخبار و گزارش‌هایی که باید از اون منطقه میومده بیرون نمیتونست بیاد بیرون، تا زمانی که سازمان حقوق بشر کردستان در شروع به کار کرد که به رهبری و به ریاست آقای کبودبند بود که اکنون در زندان هستند و بسیاری از کسایی که با این سازمان شروع کردن به کار کردن دستگیر شدن و اجازه فعالیت به اونا داده نشد. در اینکه این سازمان شروع کرد به اعلام کردن تمام موارد نقض حقوق بشر در کردستان از جمله مسائل شهروندان عادی، دستگیری اونها، اعدام کردن و بسیاری مسائل عادی که حتی مربوط به زندانیان سیاسی نبود، مثل تجاوزاتی که در سطح شهر توسط مثلا اگه فرد سپاه پاسداران انجام میشد یا دستگیری دانشجویان یا اخراج اونا یا اینکه اجازه نمیدادن که به زبان کردی اونجا هیچ کس تدریس بکنه یا کتاب و نشریه کردی بده بیرون یا اینکه از نشریات کردی بتونه استفاده کنه. تمام این موارد رو اعلام میکردن. به همین دلیل اومدن این سازمان رو رهبراش رو گرفتن، سازمان رو غیرقانونی اعلام کردن و تمام افراد دیگه ای که فعالان حقوق بشر بودن در کردستان دونه به دونه شروع کردن یا از کشور بیرونشون کردن، با فشاری که بهشون آوردن مجبور شدن که از اونجا برن بیرون و یا اینکه اونا رو دستگیر کردن، عده زیادی رو اعدام کردن و ما هر روز شاهد خبر مرگ یکی از اونا از زندان هستیم که بسیار جای تأسف، چون که شما مطمئنا این خبر رو که دیروز اعلام شد دو روز قبل که یک زندانی جز که کرد توی زندان مرکزی ارومیه برای سر بیماری جان باخت، نمیدونیم واقعا برای سر بیماری بوده، چرا بیماری بوده، چطور شده، چرا اصلا باید شرایطش به این وضعیت کشیده بشه که 18 ماه که توی حبس مریض باشه و این امکان بهش داده نشه که به سلامتیش رسیدگی بشه. و همینطور در چند سال گذشته دوباره مسئله مرگش شوانه قادری بود که باعث شد که یک سری اعتصابات سراسری و درگیری های شدید در کردستان به خصوص در مهاباد و سنندج به وجود بیاد که بسیاری از احزاب کردستان هم تونستن از این فرصت استفاده مثبت کنن و برای یک سری حرکات مدنی که اونا رو تشویق میکردن، چون الان چیزی حدود 16 ساله که این احزاب هم دست از فعالیت نظامی برداشتن و معتقد به فعالیت مدنی هستن. و همینطور درگیری های اخیری که بعد از جنبش دموکراتیک خواهی در ایران معروف به جنبش سبز در ایران ایجاد شد، کردستان رو هم در بر گرفت و بسیار اعتصابات سراسری در اونجا به وجود اومد و فرصت متاسفانه مناسبی برای دولت ایجاد کرد که دست به سرکوب و دستگیری بسیاری از فعالان بزنه. متاسفانه تحت هیچ شرایطی این دستگیری ها، این اعدام ها، این کشته شدن ها، اعدام های گروهی، دستگیری های گروهی در هیچ جای ایران قطع نشده، ولی بالاخص در کردستان همیشه چون اونجا رو یک منطقه نظامی ایران در توسط جمهوری اسلامی اعلام شده، به همین دلیل متاسفانه فرصتی رو به دولت جمهوری اسلامی داده که به مناطق زیادی رو بگیره و بتونه
اونجا تجهیزات نظامی خودش رو ببره و میزان تجهیزات نظامی و افراد نظامی که در کردستان هستن بسیار بالاست و حتی در جایی مثل مناطقی مثل تقز و اطراف اون چیزی بیشتر از 100,000 نفر نظامی از طرف دولت اونجا حضور دارن و این بسیار آمار بالایی هستش برای این که بتونن کاملا منطقه رو تحت کنترل خودشون قرار بدن. و من فکر میکنم ملتی که حقوقش پایمال شده در اون شرایط سعی میکرد که در مقابل به اصطلاح دولت بایسته و حتی از شیوه های نظامی با همراه با تمام گروه ها و احزابی که اون موقع کار نظامی میکردن در مقابل اون دولت بایسته و از خودش دفاع بکنه و امروز فکر میکنم این ملت اینو انتخاب کرده که بتونه از شیوه های مدنی و شیوه های فعالیت های حقوق بشری خودش بر علیه این نظام و این سیستمی که حقوقش رو در هر شرایطی پایمال میکنه استفاده کنه. خیلی متشکر خانم فلا. با توجه به اینکه شما فعال حقوق بشر هستین، در رابطه با دیگر ملیت‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و مردم ترکمن، آذری‌ها که این روزها در سراسر ایران فشار به شکل واقعا گسترده‌ای داره به مردم، به تمامی شهروندان اعمال میشه، واسم ببینم در رابطه با مسائل دیگر هم شما نکته‌ای هست که بخواید در مورد صحبت کنید. و زندانیان سیاسی، دستگیری هنرمندان این روزها خیلی به چشم میخوره، کما اینکه چند هنرمند در زندان هستن و چند هنرمند دیگر هم اخیراً هنرمند جوان دستگیر شدن، کما اینکه دیروز قرار بود یکی از هنرمندان زن پگاه آزاد بشه ولی متاسفانه حضور هنرمندان در مقابل زندان نتیجه نداد. میخواستم ببینم آیا جمهوری اسلامی در واقع محافل حقوق بشری امیدی دارن که جمهوری اسلامی نسبت به عکس‌العمل‌های اونها و اعتراضات اونها حرکتی نشان بده، حرکت مناسبی نشان بده و اصلا در حوزه سوالتون رو به دو قسمت تقسیم میکنم. بخش اولش در رابطه با سایر ملیت های یا اقلیت های قومی هستش که در ایران صحبت اشاره به اون کردیم و همینطور در مورد نقض حقوق بشر در ایران هستش و یکی هم در مورد برخورد سازمان ها و احزاب جهانی و اینکه آیا هیچ امیدی هستش به اینکه ایران تغییری در شیوه رفتار خودش بده. اگه شما دقت کنین به آمار و ارقامی که در فقط در یک ماه اخیر در مورد نقض حقوق بشر در ایران هستش، به چیزی بیشتر از 700 مورد که نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر هستش برخورد میکنین و در یک کار تحقیقی که فعالان حقوق بشر هر ماه ارائه میدن و بخصوص در ماه گذشته چیزی حدود بیش از 230,000 مورد نقض حقوق بشری هستش که دونه بدونه اونا روش کار شده و روی اونا صحبت شده و اینا به موارد خیلی زیادی هستش مثل مسئله اعدام های گروهی، صدور احکام اعدام های فلعی هستش و همینطور در مورد حقوق ملی یا حقوق اقلیت های قومی که با دیدبان حقوق بشر خواستار اعلام آمار قربانیان در مورد تظاهراتی که توی مثلا اهواز بوده در ماه اردیبهشت اعلام کرد که بعد از اونم هنوز ایران این قربانیان رو به اصطلاح آمار این قربانیان رو اعلام نکرد با وجود اینکه دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته بود. و همینطور میبینیم که در ماه‌های گذشته از هر بعدی که نگاه بکنیم وضعیت تضییق حقوق بشر در ایران هیچ تغییر خاصی نکرده و بدتر هم شده، برای اینکه با اعدام های مخفیانه که مثلا من جمله مثل زندان وکیل آباد مشهد که صحبتش شده یا اینکه مثلا 5 مرحله اعدام گروهی که زندانیان متهم به انواع جرایم بودن، نه فقط مسائل سیاسی و اینا بلکه انواع جرایم رو ایران اعلام کرده، اینا اومدن اعدام کردن و همینطور برای سور حکم اعدام برای 40 نفر از زندانیانی که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و اینا بودن مسئولان قضایی در استان اردبیل اعلام کردن. و گزارش های دیگه هستش در مورد درگیری های سنگین نظامی که الان صحبتش رو کردیم و همینطور میبینیم که بسیاری مسائل دیگه که مثلا قبلا زیاد نبود مثل مثلا مسئله هنرمندان که شما به اون اشاره کردیم توی تیر ماه که مثل پگاه آهنگرانی و همینطور مزده وفادار و وفامهر و اینا که مثل مهناز محمدی که مستندسازه و همینطور افراد دیگه‌ای که مثل مریم موجود و اینا که عکاس و متخصص در امور
حتی حوزه ورزشی هستن. یعنی این دستگیری این افراد چیزی که شاید بتونم بگم قبلا جز به مسائلی نبوده که ایران خیلی این کار را بکنه، کمتر با بازیگران و با مثلا کارگردانان و با مثلا سازان کار داشته، ولی بیشتر الان روی اینم حتی کار میکنه. و همینطور میبینیم مسئله تفکیک جنسیتی که شاید خیلی بهش توجه نکنن که چقدر این تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و در جاهای دیگه که در سطح شهرها داره انجام میشه چقدر واقعا نقض حقوق بشره. برای اینکه شما میبینیم که در کنار طرحهایی که اونا اسمشو میدارن طرحهای امنیت اجتماعی که مثل تذکر پلیس برای پوشش زنان هستش، اینا تمامش درگیریایی که از لحاظ روحی برای افراد ایجاد میکنن و از لحاظ جسمی این افراد رو تحت فشار قرار میدن و این حساسیتهای اجتماعی رو به وجود میارن. اجرای مثلا تفکیک جنسیتی که توی دانشگاه اعلام شده که از ماه قبل هم صحبتش خیلی صحبت زیادی روش بوده، مثلا حتی گفتن که بسیاری از پارک ها مثل پارک چیتگر تهران رو که اجازه نمیدن زنان وارد مثلا قهوه خانه ها بشن، یا زنان رو دوم بحثتون که سازمان ها و گروه های مختلف که گفتی آیا واقعا این شما میبینیم که در شرایط های مختلف در مورد مسئله حقوق ملی چان که اعلام گفتم مثلا دیدبان حقوق بشر میاد از ایران میخواد که آمار قربانیان تظاهرات مثلا در شهر اهواز رو چندی ماه قبل بوده اعلام کنه، یا اینکه در مواردی میخواد نماینده بفرسته ایران، یا عفو بین الملل میاد مثلا اعتراض شدید میکنه به وضعیتی که در ایران هستش و از ایران خواهان این میشه که مثلا ایران دست به یه سری از این کارا نزنه، یا گزارش های مختلفی که از طرف سازمان های مختلف داده میشه و اعتراضاتی که از طرف فعالان حقوق بشر از در سراسر جهان به ایران میشه. آیا ایران به کدوم از اینا جواب میده؟ ایران به اینا جواب نمیده، اما اینا خودش تأثیرات بسیار زیادی برای شناخت وضعیت داخلی ایران داره و بسیار مهمه که تمام اینها رو ما بتونیم تمام جهانیان اعلام بکنیم و همینطور در بین خودمون این خبر تمام این اخباری که هستش به گردش اطلاعات رو زیاد بکنیم و به دیگران و به تمام افرادی که از این مسائل خبر ندارن بتونیم اطلاع بدیم که چطوری مثلا نقد حقوق کارگری در ایران میشه، یا آمار بیکاری در ایران در چه حد هستش، یا اقلیت‌های مذهبی در ایران و بازداشت اونا دستگیریاشون، یا اینکه سرکوب اونا به چه ترتیب هستش. و بسیار مهمه در مورد تمام حتی موارد فرهنگی و نقد حقوق فرهنگی و نقد حقوق زنان بالاخص که نیمی از جمعیت ایران هستند به بهانه های مختلف مثل بدحجابی و اینا که مسائل قتل های ناموسی که بخش عمدش برمیگرده به مسائل حقوقی در ایران، مسائل قانون در ایران که از اونا جلوگیری نمیشه، اینا رو بتونیم به گوش تمام جهانیان برسونیم. خسته نباشید خانم فلاح، ممنون، سپاسگزار از فرصتی که به رادیو صدای زن دادید و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت می